نادانی و ظلم، تفرقی و پراکندگی، شرک و گمراهی این گونه بود احوال آن زمان تا اینکه الله تعالی اجازه طلوع فجر جدیدی برای جهان را فرمان داد و روشنایی که ظلمت را از بین ببرد. محمد رسول الله که خداوند او را این گونه وصف کرد. دارای صفات و کمالاتی بود که هیچ بشری آنها را قبل و بعد از او نداشت. و از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ثابت شده که عاقلترین ترین انسان، سخاوتمندترین انسان، شکیباترین انسان و با حیاترین انسان شجاع ترین و زاهد ترین و بیشترین تواضع را دارا بود به خانوادهش کمک میکرد، لباسش را میدوخت و کارهایش را خود به تنهایی انجام میداد مسلمان و غیر مسلمان را ملاقات میکرد، مریض ها را عیادت و نیکی دعوت میکرد صادقترین و ترین و عادلترین و بارعفتترین شخص به زعفا بود انصاف را در حق زن و تف را مراعات می و با حیوانات با رحمت معامله میکرد. شخصیت او حتی منصفان غیر مسلمان را به وجد آورد یوهان گوت آلمانی می همه ما اروپاییان با تمام فرهنگمان نمی توانیم به چیزی که محمد به آن رسید دست یابیم و جورج برنارد شاو انگلیسی میگوید دنیای ما به تفکر مردی مانند محمد نیازمند است و تولستوی ادیب معروف میگوید شریعت محمد به دلیل همبستگی عقل و خردمندی میتواند جهان را تسخیر کند و برای یاری حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باید قدر و مکانت او را بشناسیم و در میان مردم فضایل و مکارم او را نشر دهیم و به او اقتدا کرده و فرمان بردار او باشیم از شریعت او دفاع کرده و شبهات را دور کنیم و اگر از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فقط یکی از فضایل پیامبری او را که واسطه حمل رسالت از جانب الله برای بندگان او باشد را به جا آورده و کافی است که شکر این نعمت را قد بدانیم و انسان ها نمی توانند او را به خاطر این نعمت بزرگ مکافعت بکنند و زندگی خود را فدای تعلیم خیر برای امتش کرد و به این حتم اکتفا نکرد بلکه از الله تعالی خواست غورة براي امتت در روز قيامت شفي قرار دهد و گفت الله تعالى